پرسپولیس در چهارمین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باید فردا یعنی سه‌شنبه در شهر دوشنبه به مسافه استقلال تاجیکستان بره. اون هم در شرایطی که شاگردان یحیی گل محمدی در بازی رفت تونستن با نتیجه 2-0 برابر حریف تاجیکستانی به پیروزی برسن و برد در مسابقه فردا میتونه شانس سرخپوشان رو برای رسیدن به مرحله حذفی دوچندان بکنه. البته که از اردو پرسپولیس خبر رسیده که بازیکنان کلیدی این تیم دچار ویروس آنفولانزا شدن و احتمال غیبتشون در بازی فردا دور از ذهن نیست. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس به همراه وحدت حنانوف مدافع تاجیکستانی این تیم در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال تاجیکستان حضور پیدا کردند. سرمربی سرخپوشان در صحبت‌های خود نسبت به خبر سرماخوردگی بازیکنان خود واکنش نشون داد و همچنین توضیح داد که برگزاری مسابقه در زمین چمن مصنوعی چالش بزرگی برای پرسپولیسی‌ها محسوب نمیشه و اونها مشکلی از این بابت ندارن و ابراز امیدواری کرد که شرایط بازیکنان سرماخورده تیمش تا زمان برگزاری مسابقه بهبود پیدا کنه. گل محمدی در صحبت‌های خود با اشاره به دشواری‌های دیدار فردا گفت با توجه به شرایط جدول و نحوه صعود تیم‌ها همه بازی‌های مرحله گروهی حساسیت خاصی داره و هرچه جلوتر می‌ریم حساسیت دیدارها بیشتر هم میشه. در تاجیکستان هیچ وقت احساس غریبی نمی‌کنیم و حس می‌کنیم در کشور خودمون هستیم. با توجه به اینکه تیم استقلال میتونه آخرین امید خودش برای صعود به مرحله حذفی رو مقابل پرسپولیس پیدا بکنه، قطعاً بازی هجومی تری ارائه خواهد داد. استقلال میزبان این مسابقه و میخواهد بهترین استفاده رو از شرایط میزبانی خودش داشته باشه. سرمربی پرسپولیس درباره انگیزه بالای تیمش برای کسب 3 امتیاز توضیح داد: این دو روی کرد باعث میشه شاهد بازی خوبی از دو تیم باشیم. استقلال شرایط فیزیکی خوبی داره و هواداران کمک زیادی به این تیم خواهند کرد. بازی راحتی نخواهیم داشت و بازیکنان ما آمادگی خوبی دارن. با توجه به انگیزه بالایی که در بچه ها میبینم فکر میکنم بازی خیلی خوبی انجام بدیم. متاسفانه نیمی از بازیکنانم دچار سرماخوردگی شدن. در دوران مربیگری خودم تا کنون چنین شرایطی رو تجربه نکرده بودم. با توجه به شرایطی که وجود داره تلاش میکنیم بهترین نفرات رو انتخاب کنیم. یحیی گل محمدی در واکنش به منتشر شدن خبر سرماخوردگی بازیکنان تیمش در رسانه‌ها پاسخ جالب توجهی داد و گفت خبرها خیلی راحت به تهران رسید، اما شرایط برای یک تیم نرمال نیست و باید منتظر باشیم حال کدام بازیکنان بهتر می‌شود تا بازی کنند. در هر صورت پرسپولیس نام بزرگی داره و اگر فقط 11 نفر بتونن در سراسر مسابقه بازی کنن مشکلی از این بابت نخواهیم داشت. گل محمدی در بخش پایانی صحبت‌های خود درباره چمن مصنوعی ورزشگاه خانگی استقلال تاجیکستان و مصنوعی بودنش پاسخ داد: مشکل خاصی بابت چمن مصنوعی نداریم. چمن این ورزشگاه به تازگی عوض شده و با کیفیته. ممکن است محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، اما این چمن تفاوت زیادی با چمن طبیعی نداره و نگران چمن مصنوعی نیستیم. وحدت حنانوف مدافع تاجیکستانی پرسپولیس هم در صحبت‌های خود گفت خیلی خوشحالم که بازی فردا رو در کشور عزیز خودم تاجیکستان برگزار می‌کنم و دوباره میتونم اینجا بازی کنم. استقلال تاجیکستان رو کاملا میشناسم چرا که چند سال اینجا بازی کردم و شرایط ورزشگاه رو میدونم. نوع تشویق هواداران رو میدونم که از دقیقه 1 تا 90 از تیمشون حمایت میکنن، ولی ما در 2-3 هفته تمرینات خوبی داشتیم و خودمون رو برای این بازی آماده کردیم. آماده هستیم که با 3 امتیاز به تهران بازگردیم. فرقی نمیکنه که حریف ما کدوم تیمه. همه حریفان در لیگ قهرمانان آسیا رقیب سرسخت و بازی‌ها دشوار هستن. امیدوارم در بازی فردا بتونیم نتیجه لازمه رو کسب کنیم. و این هم حالا انگار مصاحبه یحیی گل محمدی و میشه گفت کنفرانس خبری یحیی گل محمدی پیش از دیدار با استقلال تاجیکستان بود که امروز برگزار شد، که حالا هم یک
امیدواری و یک سری روحی جنگندگی خودشون نشون داد، هم از اون طرف اومد گفت که آقا شرایط تیم خیلی بحرانیه و حالا گفتش که آقا همه بازیکن سرما خوردن، بعد میتونیم 11 تا بازیکن جور کنیم که بتونن بازی کنن یا نه. حالا اگه بخوام یک نگاه کلی هم به این بازی داشته باشیم، پرسپولیس پس از 3 بازی با 6 امتیاز در رده دوم گروهه. استقلال تاجیکستان هم تنها 1 امتیاز به دست آورده و قهرنشین گروهه. در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفتن در رتبه دوم تضمین کننده صعود به مرحله حذفی نیست، ولی شرط لازم برای راهیابی به مرحله بعد جای گرفتن در بین 3 تیم نخست گروهه. در صورت پیروزی پرسپولیس در این بازی امکان داره معادلات گروه به گونه‌ای رقم بخوره که در این هفته قرار گرفتن این تیم در جایگاه دوم تضمین بشه و 2 بازی بعدی رو با آرامش بیشتری به دنبال مسجل کردن صعودش باشه. پرسپولیس پس از اون که در بازی رفت استقلال تاجیکستان رو مغلوب کرد، در لیگ نتونست چهره موفقی داشته باشه و در 2 بازی 2 امتیاز گرفت و به رتبه دوم صعود کرد و حالا به دنبال پایان این روند در لیگ قهرمانان آسیاست. استقلال در لیگ تاجیکستان مقتدرانه در رده نخست جای داره. این سومین تقابل پرسپولیس با استقلال تاجیکستانه که تنها مساف‌های نمایندگان ایران و تاجیکستان در لیگ قهرمانان آسیا به شمار میاد که در 2 بازی قبلی پرسپولیس با نتایج 1-0 و 2-0 پیروزی رسیده. و حالا بعد ببینیم سومین بازی و پرسپولیس با استقلال تاجیکستان چگونه رقم خواهد خوردش، جایی که انگار خیلی اون بد شده. یعنی حالا قدیم یه دوم بودی خیال راحت بود، ولی الان 5 انگار گروهه و 3 تا فقط دومای خوب میره و بقیه تیما هم خیلی گروه هاشون ساده. یعنی الان من داشتم نگاه میکردم خیلی راحت امتیازها رو جمع کنه، ولی واقعا گروه پرسپولیس سخته. یعنی بجز النصر که اصلا بافته جلو بافته، واقعا 3 تا تیم دیگه به نظر من تو هر کدوم بودن احتمال دوم شدن هر 3 تاشون زیاد بود با اختلاف امتیاز بالا. ولی حالا سید بندی نونم چه شکلی بوده که حالا 3 تا تیم به هم خوردن و خیلی واقعا سخته. ایشالا که پرسپولیس بتونه بازی فردا رو شکست بده. خیلی حالا به هر حال بازی خود تو خونه تاجیکای خیلی چمن مصنوعی دارن، این خیلی ناجور، ایشالا نکنه بازی و پرسپولیس بتونه با 1 برد خوب بتونه در بین 3 تا تیم برتر دوم گروه ها قرار بگیره که دیگه راحت بریم باز دم آخر و نمیدونم خیلی رو اعصاب نباشه بازی. و چیز دیگه هم باقی نمیمونه. خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو همراه من بودین. خیلی خوشحالم که شما عزیزان کنار من هستین. همونطور که من همیشه تو همه ویدیوها میگم، کانال ما در مورد اخبار و حواشی و خلاصه بازی اکثر ورزش‌ها به خصوص فوتبال هست. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر موقع ویدیو جدید ما آپلود شد شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشین. خیلی دوستتون داریم. چاکریم، مخلصیم، ارادت. فعلا یا علی، خدا نگهدار.